به نام خداوند جان و خرد که زو بر پرندیش بر نگذارد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، شاگردای بسیار دوست داشتنی و محترم. امیدوارم که همیشه در زندگیتان شاد و موفق و کامگار باشین و حال شما عالی باشد. در سلسله درس های ریاضی صنف دهم هستیم و در بخش هندسه تحلیلی در این ویدیو میخوایم درباره فاصله نقطه از خط مستقیم را خدمت شما عرض بکنم. این فاصله یک نقطه از یک خط مستقیم، اگر محور کمیت وضعی را ما در نظر بگیریم، در اینجا خط مستقیم L داریم و یک نقطه P داریم، نقطه P X و Y. خب اگر خواسته باشیم این فاصله نقطه P را از خط مستقیم L دریافت بکنیم که فاصله را با D نشان میتیم، A از فرمول D مساوی به قیمت مطلق AX یک مثبت B و یک مثبت C بر مثبت منفی جذر A مربع مثبت B مربع از اینجا به دست می آید. که در درس قبلی همچون این عبارت از معادله نرمال خط مستقیم بود. خب حالا در اینجا ما وقتی که می خواهیم D را دریافت بکنیم، این فرمول هست و می خواهیم که از این استفاده کنیم. ببین اگر فاصله نقطه منفی دو هشت پی هست، منفی دو و هشت، فقط مثال کار میکنم، اگر فاصله نقطه پی منفی دو هشت باشه، خط مستقیم هم 4x مثبت 3y منفی 11 مساوی به 0 باشه. 4x مثبت 3y منفی 11 مساوی به 0 باشه. خب این خط مستقیم است و این هم نقطه است. شما فاصله این نقطه و خط مستقیم را دریافت کنید. در فرمول یا معادله عوض میکنیم، D مساوی هست به قیمت مطلق AX1. ببین A را 4 داریم، X1 هم منفی 2 است، مثبت B 3 است و Y1 هم 8 است، مثبت سی، خب سیر 11 داره، منفی 11 پس میشه منفی 11 قیمت مطلقش بر مثبت منفی جذری. خب مثبت منفی هم نمیگیریم، یکشو میگیریم، کدامشو میگیریم؟ خلاف سیر میگیریم، سی اینجا منفی است پس اینجا مثبت گرفته میشه. ای مربع مثبت بی مربع، ای مربع یعنی 4 مربع، مثبت بی مربع 3 مربع که مثلا میشه 4 2 8 منفی 8، 3 8 24 منفی 11 داخل قیمت مطلق بر جذر 4 مربع 16، 3 مربع 9، 16 جمع 9 و دی مساوی می شود به 8 و 11 میشه 19. از 19 که 24 تفریق، از 24 19 را تفریق میکنیم، علامش منفی است، مثبت است، میمانه 5 درست بر جذر x مربع 16 و 9 هم میشه 25، جذر 25، جذر 25 هم 5 است، 5 بر 5 مساوی به 1. پس فاصله خط مستقیم L از نقطه P یک واحد است. خط مستقیم 4x مثبت 3y منفی 11 مساوی به 0 و نقطه P منفی 2 و 8، این فاصله بین از هر دو مساوی به یک واحد است. فاصله بین دو خط موازی، خب فاصله بین نقطه و خط از فرمول پیدا کردیم، حالا فاصله بین دو خط چگونه میتونیم به دست بیاریم؟ خب ببینید، برای از کار باز هم یک نقطه روی خط اولی رو دریافت میکنیم، بعد اون نقطه را با خط به دست میاریم، کار راحت. خب ببینید، زمانی که فرض میکنیم x مساوی به یک قیمت بتیم، درست x مساوی به یک قیمت بتیم، در معادله 2 ضرب بر 1 2، خب این 2 با 13 میشه چند؟ 15، درسته؟ پس منفی 5 وای مساوی شد 15، روی طرف میاریم منفی 15 میشه، هر دو طرف تقسیم منفی 5 میکنه، وای مساوی میشه به 1 5 5 3 5 15، وای مساوی میشه به 3، پس x مساوی به 1 وای مساوی به 3. از اینجا فهمیده میشه که نقطه ما x و x 1 و y 3 است، پس x 1 وای 3 اینه نقطه رو میخوایم از این خط پیدا کنیم، چون ای x 1 y 3 روی از خط قرار داره، چون تازه ما قیمت دادیم، قیمت x قیمت دادیم، قیمت اختیاری برای و قیمت پیدا شد، پس این نقطه نقطه است که روی خط قرار داره و میتونیم که فاصله از این نقطه را با این خط به دست بیاریم. پس هم در فرمول
وزن میکنیم که داشتیم. ای اکس یک، ای را داریم دو، ضرب در اکس یک هم یک است. مثبت بی و یک، بی را داریم منفی پنج، منفی پنج ضرب در و یک هم سه است. و مثبت سی، سی را هم داریم شش، قیمت مطلقه، داخل قیمت مطلقه میگیریم. بر مثبت منفی جذری، ای و بی دو مربع چهار و پنج مربع هم بیست و پنج، چهار و بیست و پنج بیست و نو. پس دی مساوی هست با دو ضرب در یک دو، منفی پنج ضرب در سه منفی پانزده و مثبت شش، داخل قیمت مطلقه بر جذری. خب اینجا مثبت بود، پس اینجا چی میشه؟ منفی گرفته میشه. جذری 29 شد درست، 4 و 25 شد 29. 2 6 8، 8 و 7 15، پس از 15 که 8 کم شد منفی 7 باقی، منفی 7 بر منفی جذری 29. خب حالا داخل قیمت مطلق است، پس اینجا مثبت میشه 7 بر جذری منفی، منفی جذری 29. این هم عبارت از فاصله دی هست. خب چرا به این شکل شد؟ به خاطر چه منفی آمد؟ به خاطر از این که گفتیم زمانی که از اینجا که دی هفت بر منفی جذری 29 به دست آمده، از اینجا این رو نشان میده که خب چون دی منفی هست، بنابراین نقطه پی و مبدأ کمیت وضعیه به یک طرف خط قرار دارد. نقطه پی، زمانی که نقطه پی و مبدأ هر دو به یک طرف خط مستقیم قرار داشته باشه، در این صورت دی منفی هست. و همچنان زمانی که نقطه پی و مبدأ کمیت وضعیه به دو طرف خط مستقیم قرار داشته باشه، دی مثبت هست. خب اینم درس خلاصه درس فاصله یک نقطه از یک خط مستقیم و فاصله بینی دو خط موازی. امیدوارم که از این درس ها چیزهای خوبی را یاد گرفته باشید. درس ها را با دوستان خود شریک بسازید، چنل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدید، ویدیو ها را هم لایک بکنید، به خاطر از اینکه یوتیوب شما را از جدیدترین درس های ما با خبر بسازد. تا دیدار دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.